این مجموعه برنامه ها رو من اختصاص دادم به موضوع چرایی دوام جمهوری اسلامی. مقدمه هم که در برنامه اول خدمتون عرض کردم خلاصش این هست که با توجه به اینکه این نظام نظام سرکوب، نظامی است پر از فساد، تقلب، دروغگویی، امتیاز، تبعیض، راندخاری، تقریبا از همه مشکلاتی رو که حکومت‌ها در نقاط مختلف دنیا دارند، همه اینها رو جمهوری اسلامی در خودش جمع کرده. از قدرت نظامیان تا در هم آمیختن مذهب و سیاست، از قساوتمندانه ترین احکام قضایی تا سرکوب همیشگی روزنامه‌نگاران و فعالان و کسانی که بالاخره در فعالیت های سیاسی اجتماعی درگیر هستند، تقریبا چیزی نیست. من موردی سراغ ندارم که سرکوبی رو در یک جامعه، سرکوبی، مشکلی، فسادی در جوامع دیگر وجود داشته باشه و در جمهوری اسلامی به چشم نخوره. با همه این احوالات سوال این هست که چطور این نظام فاسد متقلب امتیاز، مبتنی بر امتیاز، این نظام چرا 4 دهه عمر پیدا کرده؟ تلاش من در این مجموعه برنامه ها پاسخ به این سوال هست. در برنامه اول، دوم و سوم من به 3 موضوع مشخص پرداختم. برنامه اول بحثم این بود که جمهوری اسلامی خیلی موفق بوده در اینکه یک جمعی از سلبریتی، از چهره‌های شناخته شده رو که متعلق به خودش هستند و کاملا در بوق اون می نوازند، اینها رو با خودش همراه کنه، با دادن امتیاز، با دادن راند، با رسیدگی به اینها از هنرمندها، ورزشکارها. شما فقط نگاه کنید به صحبتهایی که علی دایی بعد از صحبتهای آقای ترامپ کرد. اینا حرفایی است که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی میزنه، آقای خامنه ای میزنه، آقای روحانی میزنه، عین اونها رو آقای علی دایی هم تکرار میکنه، به دلیل اینکه منافع دارن. فوتبال در ایران دولتی است، فوتبال در ایران فاسده. خب طبعا کسی که در این سیستم دولتی فاسد سالانه میلیاردها تومان درآمد داره باید در همون ارکستر آقای خامنه ای هم بنوازه. مواردی از این قبیل رو در برنامه اول توضیح دادم. در برنامه دوم پرداختم به در واقع نمایاندن خود به عنوان حکومتی عدالت جو، عدالت اجتماعی. جمهوری اسلامی، هواخواهانش، همچنین همپیمانانش که گروه های چپ هستن، اینا خودشون رو عدالت خواه معرفی میکنن. یه عدالت خواهی قلابی بی سر و ته، بی حساب و کتابی که اصلا هیچیش معلوم نیست. حتی در حوزه های کیفری، قضایی، اجتماعی اثری از این عدالت رو شما نمیبینید. به عنوان عدالت اجتماعی شعار میدن. آقای خامنه‌ای همچنان هم فکر میکنه در کرسی امام اول شیعیان نشسته، در حالی که صدها میلیارد دلار پول در چیزش هست، در حسابهای بانکیش هست، یا امکاناتی است که در اختیار نهادهای تحت نظر وی هست، نقش امام اول شیعیان رو بازی میکنه که غصه مردم فقیر رو میخوره. این در واقع یکی از دلایلی است که بخش‌هایی از جامعه هنوز تصور می‌کنن که این حکومت به دنبال عدالت، این حکومت به درد فقرا و ستمدیده‌ها ممکنه برسد. تو همین چارچوب هم هست که افرادی مثل آقای احمدی نژاد ظهور می‌کنن و یه گروه‌های دنبال سر آقای احمدی نژاد را می‌افتند. البته اینا فقط هم شعارهاشون نیست، بین مردم پول پخش می‌کنن. با میگه کسی که در واقع درآمدهای نفتی سالانه حدود 100 میلیارد در دوره آقای احمدی نژاد 130-140 میلیارد دلار، یا چک 50,000 تومانی، 100,000 تومانی هم می‌نوشتن برای کسی که اونها رو راضی کنند. در برنامه سوم بحث من نوع رابطه با جامعه جهانی بود، باج دادن به برخی از کشورها، بازی با افکار عمومی در کشورهای دیگر، همپیمان گرفتن از کشورهای اقتدارگرا، تمامیت خواه، دیکتاتوری. اینا خب باعث شده که جمهوری اسلامی بتواند در عرصه بین المللی علارغم همه انزوایی که در دوره‌هایی داشته بتونه روابطی داشته باشه، داد و ستد بکنه، کالاهاشو بفروشه، کالاهایی رو بخره، تونسته ادامه حیات بده. در این برنامه
من میپردازم به اقشاری از جامعه ایران که اینها حالا یا مستقیما در خدمت حکومت هستند یا در ارکستر حکومت مینوازند. ببینید، اکثریت مردم ایران از شرایطی که امروز دارن ناراضی هستند، به دلیل اینکه مشکل شغل دارن، مشکلات اقتصادی دارن، مشکل فقر دارن، مشکل گرانی دارن، مشکل مسکن دارن، انواع و اقسام مشکلات رو شما در جامعه ایران میتونید مشاهده کنید. اما حکومت چیزی در حدود 4-5% از جامعه ایران رو که به رنگ خودش هستند، شیعه اسلامگرا هستند، با روحانیت همراه هستند، همین خانواده های روحانیون رو فقط شما لحاظ بکنید، در ایران چیزی در حدود 400-500 هزار تا روحانی هست که اینها با خانواده‌هاشون چیزی در حدود 2.5 میلیون میشن. بعد کادر سپاه، بسیج، نیروهایی که در حول و حوش اینها قرار میگیرن، به نظر من چیزی در حدود 5%، یعنی 4-5 میلیون جمعیت کشور هستن که کاملا از این نظام برخوردارن، ایدئولوژی نظام رو دارن، سبک زندگی نظام رو دارن، سازماندهی دارن، همه مدیریت‌های کشور دستشونه، کشور در اختیار اینهاست، منابع کشور 80-90% اینها هستند که میمکند استفاده میکنند. خب اینها طبیعی است که با حکومت، یعنی حکومت مال خودشونه و همینا میگن، در دنیا اعلام میکنن که ایران آزادترین کشور دنیاست، دموکراتیکه، حکومت دست مردمه، چون حکومت دست خودشونه، خودشون آزادن، خودشون امکانات دارن. این یه جمعیتی است. اما در کنار اینها ما با یک جمعیت حدود 20 میلیونی همراه هستیم، مواجه هستیم، که اینها مستقیما از حکومت برخوردار نمیشند، اما از سرریز امکانات و امتیازات و رانت‌های حکومتی برخوردار میشند و با گروه‌های دیگه رقابت میکنن برای اینکه این امکانات بیشتر رو به دست بیارن. در حاشیه این تقریبا 5% قرار میگیرن و حد اکثر تلاششون هم هست که با حکومت نزدیک باشن. اینها رو که شما کنار بگذارید، یعنی 5% و این 20%، 75% مردم اصولا از هیچ منبعی امکانی برخوردار نیستن. اطلاعاتی هم که وجود داره دقیقا نشون میده که حدود 75% مردم ایران در فقر مطلق یا در فقر نسبی زندگی میکنن، مشکل دارن، یعنی شرایط بسیار فلاکتباری رو دارن تجربه میکنن، تو خانواده هاشون بیکار دارن، معتاد دارن، خلاصه از ابتدا تا آخر ماه رو نمیتونن به راحتی بگذرونن. چیزی در حدود 20 میلیون نفر از اینها رو حکومت اسمشون گذاشته بدمسکن. بدمسکن یعنی کسایی که تو بیغوله زندگی میکنن، توی حلبی آباد زندگی میکنن. در سال 57 یکی از اموری که بسیاری از مخالفان دولت پهلوی رو برمی‌انگیخت این بود که جمعیت بسیار کوچیکی، شاید در حدود 30,000، 40,000، 50,000 نفر در حول و حوش تهران در حلبی آباد زندگی میکردن. چقدر تبلیغات عجیب و غریبی علیه حکومت بود به خاطر اینکه اینها در حلبی آباد زندگی میکردن. خب واقعا هم یک نفر نباید در یه جامعه با امکانات ایران در حلبی آباد زندگی کنه. در جمهوری اسلامی این صدها برابر شده، این جمعیت حلبی آباد نشین، جمعیت حاشیه شهر نشین، جمعیتی که به امکانات حداقلی زندگی دسترسی نداره. بنا به آمارهای مختلفی که مقامات رسمی جمهوری اسلامی میدن، اینها رو، این آمارها رو ما نمیسازیم، آمارهای رسمی مقامات جمهوری اسلامی این هست که چیزی در حدود 15 تا 20-21 میلیون نفر در مناطق بدمسکن، اسمش گوشن بدمسکن، در واقع بیغوله است، در واقع حلبی آباده، در مناطق بسیار دشواری اینها زندگی میکنن. طبعا اینها از هیچ امکانی، از هیچ کنوم از منابع کشور اینها برخوردار نیستند. حدود 75% مردم، حالا بقیه هم که خونه کوچیکی دارن یا امکاناتی دارن، در واقع روز را به شب میرسونن. حالا یه یارانه هم بهشون میدن که حداقل باش نون بخرن، شب از گروه بتونن شکم بچه هاشون رو سیر کنن. چیزی در حدود، آمارهای مختلف نشون میده که چیزی در حدود 2/3 مردم ایران زیر خط فقر نسبی هستن. حدود 15 میلیون نفر که اصلا در زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن، یعنی از حداقل امکانات جامعه برخوردار نیستند. اون 20% که
در حول و حوش 5% اولیه، شما اگر اینها رو به صورت دایره های تو هم نگاه بکنید، اون 20% که در حول و حوش دایره های اولیه زندگی میکنه، اونها همه تلاششون بر این هست که از امکانات بیشتر، از سر و صدای بیشتر، از منزلت بیشتر، از قدرت سیاسی بیشتر برخوردار باشن. اتفاقا امروز خیلی جالب هست، گروه هایی که به اصلاح طلب ها رأی میدهند معمولا با جدیت دنبال برنامه های اصلاح طلب ها هستند، همین هایی هستند که میخواهند به حکومت تقرب پیدا کنند. میخوان، مدام میگن که ما تابع رهبری هستیم، ما همراه هستیم و در ساز حکومت اینها مدام مینوازند. من به دو نمونه خدمتتون اشاره میکنم. بحث عمومی من اینجا این هست که یکی از عواملی که باعث شده که حکومت جمهوری اسلامی بتونه دوام بیاره و ادامه پیدا بکنه این هست که بخشی از مردم ایران خودشون به رنگ این حکومت در اومدن. 5% که خدمتتون عرض کردم اصولا خود حکومتن، اینا به رنگ حکومت در نیومدن، اینا قبل از انقلاب هم به همین شکل زندگی میکردن، اندرونی بیرونی داشتن، زندگی مثل روحانیت یا کسانی که دنبال سر اینا بودن، مسجدی بودن، دنبال سر اینا را میافتادن، اونا همین بود، همین به همین شکلی که امروز زندگی میکنن. البته امروز با ریاکاری بیشتر، با دزدی بیشتر، با فساد بیشتر، با دسترسی بیشتر به همه امکانات کشور، چارچوب های عقیدتی و رفتاریشون تقریبا همونه و سبک زندگی روحانیت شیعه رو دارن. البته ممکنه در یه مواردی بچه هاشون تغییر کرده باشن، بچه هاشون خارج فرستاده باشن، همه اینا هست، ولی سعی میکنن این ظواهر رو رعایت کنن. اون 20% دوم که دور اونها هستن و تلاش میکنن نزدیک بشن، اونها مدام تلاششون بر این هست که به رنگ حکومت در بیان. قبل از این که حالا این نکته رو من باز کنم، در جشن خانه سینما آقای مشایخی در واکنش به نشون دادن آقای انتظامی بر روی پرده سخنانی رو بیان میکنه که خیلی این سخنان تأمل برانگیزه. در حدود 40 ثانیه 50 ثانیه است. من از دوستای اتاق فرمان این رو خواهش میکنم که این ویدیوی 40-50 ثانیه رو برای شما پخش کنن، بعد در موردش من صحبت میکنم. بنام خداوند جان و خرد که از این برگرم میشه برمه کنم یکی چون خالم برگرد قبلا گفته بودم، حس کرده بودم، منتها من از یک بزرگ مردی که همیشه بود زنده میکنم، قلبم علی معلم، علی معلم یاد گرفتن که مثل اون روچ باشن، روچ حرفان رو بزنید. من اگر میدونستم که فقط یک هنر میشه برای منتقدین مطرحه، سالها بود اصلا این کانال رها کرده بودن، رفته بودن. جدی میگم ها، امشب فقط تو آثار دنیا بودم شرنش بوده، بقیه نیستن، بازیگر نیستن، زحمت نکشتن در چهار سینما، هیچ کدوم زحمت نکشیدن، فقط یه نفر، فقط یه نفره که اون موقع دون برک میزد جلو شهبانو، حالا میاد خونش رو برام میکنه. چرا شما این رو نمیدونیم؟ همونطور که میبینید آقای مشایخی که حدود 60-70 سال هست که بر روی صحنه تئاتر، بر روی صحنه سینماست و تلویزیون مدام دیده میشه، یه همچه آدمی نباید از اینکه در یک جشن یکی دو ساعته چهره او رو بر صفحه نشون ندن نباید دلازرده بشه. اینکه ایشون دلازرده میشه خب یک طرف داستانه، نشون میده که خود ایشون از لحاظ منش و شخصیت در چه حد و اندازه است. اما چیزی که بدتر از این هست و نشون میده که آدمهایی مثل آقای مشایخی و صدها نفر مثل اون، مثل خانم پروانه معصومی یا امثال او که اینها کاملا در خدمت دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی هستند، اینا واقعا چگونه فکر میکنن. انتقادی که آقای مشایخی از آقای انتظامی به عمل میاره برای که او رو بکوبه این هست که برای شهبانو فرح دنبک میزده.
اولا چنین فیلمی رو ما هیچ جا ندیدیم که آقای انتظامی برای فرای پهلوی دنبک زده باشه. حالا ایشون احتمالا به عنوان استعاره این رو استفاده کرده که اینها در خدمت حکومت پهلوی بودند. کسی که بازیگره واقعا چه نیازی داره که در خدمت یک دستگاهی باشه یا برای خدمت یک دستگاهی نباشه. این صحبت‌های آقای مشایخی قشنگ نشون میده که چطور بخشی از جامعه ایران حالا یا به رنگ حکومت بوده، من خیلی دقیق نمیدونم که آقای مشایخی، یعنی سوابق اینها معمولا دست روزنامه کیهان هست، اینا رو مدام منتشر میکنه، البته اونایشون که صدایی بکنن، انتقادی بکنن، اینا رو در میاره از تو پرونده ها و اینا رو منتشر میکنه، ولی من خیلی به سوابق افراد واقعا، من معتقد هستم باید سوابق افراد رو سوراخ کنیم، زندگی جاری میگذره. اما آقای مشایخی خیلی جالب هست که برای کوبیدن یک بازیگر دیگه، چون عکس ایشون رو در روی پرده در جشن خانه سینما نشون ندادن، دقیقاً این رفتاری رو میکنه که دستگاه‌های امنیتی رژیم، دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم، دستگاه‌های ایدئولوژیک رژیم، گزینش ایدئولوژیک، دادگاه‌های انقلابی، این رفتاری رو میکنه که حکومت داره میکنه. اینها در واقع افرادی مثل آقای مشایخی یا خانم پروانه معصومی که جلوی آقای خامنه‌ای با چادر ظاهر میشه و در واقع مدح سیستم رو میگه برای اینکه بتونن اینا شغل بگیرن و نقش بگیرن و ادامه حیات بدن با همین زندگی در واقع انگلی ننگینی که در ایران دارند، اینها کاملا به رنگ حکومت در اومدن. اینهایی که در یک دوره اصلا به رنگ حکومت نبودن، شما فیلم های قبل از انقلاب خانم پروانه معصومی رو ببینید، اصلا اینها به رنگ جمهوری اسلامی نبودن، ولی کاملا به این رنگ در اومدن. یا آقای مشایخی قبل از سال 57 به رنگ حکومت نبوده که فیلماش هست، شما برید نگاه کنید. بعد از انقلاب اینا کاملا به رنگ حکومت در اومدن، چنان هم به رنگ حکومت در اومدن که از همه چارچوب ها و روش های حکومت پیروی میکنن، برای اینکه دیگرانی رو که ممکنه که حالا جایی نمایششون بدن اونها رو بکوبن. این رفتار خیلی جالب نشون میده که این حکومت روی دوش چه کسانی استواره. شما اگر واقعا میخواید ببینید که حکومت جمهوری اسلامی چرا دوام پیدا کرده، به دلیل اینکه بخشی از جامعه ایران متاسفانه دارای کرامت شخصیتی، دارای استقلال فردی، دارای احترام به خودش. کسی که اونجا صحبت میگه، پیرمرد 80-90 ساله‌ای مثل آقای مشایخی وقتی روی صحنه این حرفهای بچگانه و حقیر رو میزنه، این بیش از اونچه که آقای انتظامی رو بکوبه داره به خودش رو تحقیر میکنه. البته آقای انتظامی هم موجود علیه ما علیه مثل خود ایشون ها، چون ایشون هم با آقای احمدی نژاد رفت برای اینکه میخواست ثبت نام کنه، یا آقای داوود رشیدی برای اینکه بره و جنایات جمهوری اسلامی رو توجیه بکنه همراه هیئت‌های حقوق بشری قلابی فرستاده شد به ژنو برای اینکه چهره شناخته شده‌ای هست از حکومت دفاع کنه. اینها عموماً شخصیت‌های چندان جالبی نیستند. ببینید در سینمای ایران ما چهره‌هایی مثل خانم سوسن تسلیبی رو داشتیم که وقتی که او رو میخوان مجبور بکنن که به خفتهای تندر بده، اون جامعه رو رها میکنه، میاد یک کشور دیگری و به حیات هنری خودش ادامه میده. ولی خب اینها برای اینکه بمانند، برای اینکه بتونن کار کنن، کار هم کارهای دولتی، کارهایی که هزینه ها سرمایه‌اش دولتیه، در تلویزیون، سینما، همه اینا پول از دولت میاد. تو ایران بخش خصوصی وجود نداره در عرصه هنر، اینا همش امکانات دولتی، یه رقابت میکنن که این پولا رو بیش از دیگران یا زودتر از دیگران این منابع رو به دست بیارن. این رفتار آقای مشایخی هست که کاملا به رنگ حکومت در اومده. نمونه دومی که میخواستم براتون مثال بزنم از این که مردم کوچه و بازار چگونه به رنگ حکومت در اومدن، اون مثال از عرصه هنر بود، یه مثال از عرصه ورزش براتون میزنم. این خیلی داستان به نظر من داستان غم‌انگیزی است که در چند سال گذشته وقتی تیم‌های فوتبال از یه جایی به جای دیگه میرن برای اینکه بازی کنن، پس از پایان بازی
با ضرب و شتم، سنگ پراکنی و برخوردهای عجیب و غریب روبرو میشن. یه موردش رو اخیراً سایت ایسنا گزارش داده بود، 21 شهریور 96، که بعد از ساعتی بعد از دیدار دو تیم خونه به خونه و نساجی مازندران، هر دو از یک استان، از یک منطقه، بدون تفاوت‌های فرهنگی عجیب و غریب، یکی مثلا از خوزستان بلند نشده بره مازندران بگیم مازندرانی‌ها با خوزستانی‌ها دشمنی دیرینه دارن، یه رنگ دیگه هستن، خوششون نیومده، زبونشون یه جور دیگه است، نتونستن ارتباط برقرار کنن. دو تا تیم از یه استان، از یه شهر بلند شدن رفتن یه تیم شهر دیگری مسابقه بدن. این گزارش ایسنا میگه که ساعتی بعد از دیدار حساس دو تیم خونه به خونه و نساجی مازندران، به گواه مدارک و تصاویری که در خبرگزاری‌های معتبر کشور منتشر شده، شیشه های اتوبوس تیم رو شکستند. یه عده‌ای از این جمعیت که بودن مسابقه را تماشا کنند، با سنگ تیم دیگر رو بدرقه کردند و تعدادی از هواداران باشگاه رو مصدوم و با سرهای شکسته به خونه های خودشون فرستادند. اوضاع بعضی از هواداران به قدری وخیم بود که اتوبوس تیم تعدادی از آنها رو در مسیر بازگشت به بابل سوار کرد تا مبادا آسیب جدیتری به این عزیزان وارد شود. ببینید، این داستان فقط هم مربوط به این مسابقه این دو تیم نبوده، در موارد بسیاری عیناً همین رفتارها رو شما از برخی از تماشاگران میتونید مشاهده کنید. برای اینکه طرف دیگر رو بکوبن، برای اینکه انتقام گیری کنن اگه تیمی مثلا خوب بازی کرده، دوست ندارن، متمسک میشن به ضرب و شتم، کتککاری، سنگ پراکنی. عیناً کارهایی است که بسیج و لباس شخصی ها در کشور 4 دهه است دارن انجام میدن. اینها بسیارشون عضو، اینایی که میرن مسابقه بسیارشون عضو بسیج نیستن، آدم های معمولی هستن، ولی از همون روش هایی استفاده میکنن که سازمان های سرکوب در ایران استفاده میکنن. بخشی از مردم، متاسفانه بخشی از مردم ایران، اینها بدون اینکه متوجه باشن دارن عیناً از روش های حکومت پیروی میکنن، تقلید میکنن، میبینن اونا مؤثر بوده واقعا. سرکوب حکومت در ارعاب، در به سکوت کشوندن مردم، در وادار کردن بخشهایی از آدمها که نمیتوانن اون شرایط تحمل کنن به اینکه از کشور خارج بشن، این روشها خب کمک کرده به حکومت که 4 دهه تداوم پیدا کنه، موفق بوده این روشها. عده‌ای این روش‌ها رو در زندگی روتین و در واقع برنامه‌های مختلف زندگیشون این روش‌ها رو تکرار می‌کنن، از این روش‌ها استفاده می‌کنن. متأسفانه بخش‌های، با این دوتا مثالی که خدمتتون زدم، هم در حوزه هنری، در مورد راندخاران، در مورد گروه‌هایی که دارن مسابقه میدن برای اینکه بودجه‌های بخش سینما و تلویزیون و تئاتر رو به خودشون اختصاص بدن یا روی پرده ها بیشتر دیده بشن، و تو ورزش هم به همین شکل، یه عده‌ای هستن که اون مافیای ورزش ها هستن، پولای گنده رو میگیرن، با هم تقسیم میکنن، مثل سردارایی که تیم ها رو دارن یا کسانی که با اون سردارا چلو کباب میخورن، مثل آقای دایی و امثال هم. یه عده اون پایین از روش های بسیج برای کتک زدن و سنگ پراکنی و اینها استفاده میکنن. ببینید چقدر یه حکومت مؤثر رفتارهاش میتونه جامعه رو به رنگ خودش در بیاره. بخشی از جامعه ایران متاسفانه به رنگ حکومت در اومده. به همین دلیل هم شما عکس العمل چندانی در مقابل رفتارهای زشت حکومت در جامعه ایران نمیتونید مشاهده کنید. بحث رو ادامه میدم با موارد دیگری از اموری که یا پدیده هایی که قشنگ میشه دید درش بخش هایی از مردم ایران به رنگ حکومت در اومدن، خیلی شبیه حکومت عمل میکنن. چند تا مثال میزنم از تجربیات شخصی خودم هنگامی که در ایران بودم. یک موردش در سفری که به لرستان کرده بودم همراه با خانواده، هنگام ظهر بود، بعد از ظهر بود، یه رودخانه داشت میگذشت، اونجا رفتیم در کنار رودخانه نشستیم برای اینکه خنک بشیم. خب شرایط ایران هم در اون دوره، من آدمی نبودم که شرایط ایران رو ندونم یا نحوه فکر کردن بخشهایی از مردم ایران در استانهای مختلف رو متوجه نباشم.
چون هوا گرم بود برای اینکه یه ذره خودمون رو خنک بکنیم پاچه های شلوارمون رو زدیم بالا و وارد آب شدیم. بعد از چند دقیقه یه آقایی از دور آمد و به سمت ما که زن و بچه اینجا نشسته، شما چرا پاهاتون بیرونه؟ ببینید در یک شرایطی در بیرون از شهر در رودخانه، حالا البته من 17 ساله که از ایران بیرون هستم، الان نمیدونم واقعا در مناطق مختلف مردم چگونه عکس العمل نشون میدن، احتمالا خب تغییر کردن بسیار، چون احتمالا با دیدن برنامه‌های تلویزیونی دیگر کشورها یا تغییر نسل، خیلی اتفاقات در ایران ممکنه در 17 سال خیلی اتفاقات ممکنه بیفته، اتفاق ممکنه که اینها کمتر مشاهده بشه، اما در اون دوره یه فرد عادی که معلومم بود که نه بسیجیه نه پاسداره، از اینکه یه گروهی چند نفر پاهاشون رو تو آب بگذارن غیرتش به تحرک در آمده بود و اومده بود میگفت که این شما پاهاتون رو، اون فاصله خیلی زیاد، یعنی خانواده او با فاصله خیلی زیادی نشسته بودن، از خانواده او از اینکه مثلا پاهای چند تا مرد که توی آب هست دیده بشه بانوان اونها دلازرده شدن. البته معلومه این حرف خود این آقا بود، برای اینکه فکر میکرد که با این وسیله داره از نمیدونم عفاف خانوادهش، از حریم خانوادهش داره دفاع میکنه، در حالی که اگر مردانی باشن حتی با شورت بیرون بیان این حریم هیچ کسی رو به هم نمیزنه. نشون میداد که این بخشی از جامعه ایران که حتی راندخار حکومت نیست، کارگر کشاورز، اینها از لحاظ ذهنیت، از لحاظ چارچوب های فکری، این بحث های مربوط به غیرت و عفاف و زن باید تو اندرونی باشه و زن مرد نباید ببینه و اینا، کاملا شبیه حکومت هستن و اینها هستن که در واقع حکومت بخشی از پایه های عقیدتی و فکریش روی دوش اینها سواره. تا اینها هم حرکت نکنن، تا اینها رو بیدار نشن، تا اینها نفهمن که چه کلاه بزرگی داره سرشون میره با همین داستان ها، یه عده‌ای نشستن اونجا میلیارد میلیارد سرمایه کشور رو غارت میکنن با همین داستان اینکه زن موش نباید دیده بشه و مرد با شورت نباید بیاد و اینها، سر مردم رو گرم کردن. تا اینها اینا رو متوجه بشن البته خب خیلی طول میکشه، این سادگی ها نیست. داستان دوم در دوره عاشورا، من خونه‌ای که خود من داشتم یه آپارتمان خیلی کوچیکی داشتم در نارمک، میخواستم خونه پدرم برم در خیابان نظام آباد. در این مسیر گروه های مختلف بودن، گروه های مختلف سینه‌زنی و اینها، ما در هر گوشه ای از این خیابان ها وقتی حرکت میکردیم یه دفعه یه گروه میومدن تلاب 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 محکم میزدن روی جلوی ماشین و ما رو متوقف میکردن، در صورتی که خیابان جای حرکت اتومبیله، خیابان جای حرکت آدم ها نیست، مگر اینکه یه خیابان خاصی رو در یه روزهای خاصی که منافع عمومی برای همه داره، مثلا بازارچه است، فروش میوه است، جشن خاصیه برای هم که همه میتونن درش مشارکت کنن، یه خیابانی رو پلیس اصولا بیاد ببنده. پلیسی در کار نبود، خیابانی هم بسته نبود، اما تا ما یک مسیر مثلا حدود 10 دقیقه 15 دقیقه رو از یه جای شهر به جای دیگر شهر حرکت بکنیم، چندین بار روی اتومبیل ما با دست‌های خیلی محکم کوبیده شد. خب همون جاها بود که من در واقع به همه آدم‌ها متوجه میشن که این جامعه یعنی چی. تو این جامعه کسی حقی نداره، تو این جامعه اونهایی که قدرت دارن، اونهایی که برنامه های مراسم مذهبی و حکومتی و اینها دستشونه، اینا هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن، هر حقی رو از هر کسی میتونن سلب کنن، هر کی رو میتونن بزنن، میتونن ماشینش رو خورد کنن. حالا اگر من اونجا وانه میستادم یه ذره میرفتم جلوتر، حتما شیشه اتومبیل خورد میشد. اینها نشون میده که بخشی از جامعه، همین کسانی که در این هیئت های عزاداری و سینه زنی و اینها شرکت میکنن، اینها خیلی در رفتارهاشون، حالا ممکنه در طول سال یه جور دیگه رفتار کنند، ولی وقتی که وارد این هیئت‌های عزاداری و سینه‌زنی و اینها میشن، کاملا در چارچوب‌های فرهنگ رفتاری حکومت عمل میکنند. اتفاقا به همین دلیلم هست، یکی از دوستان سوال کرده بود از من
دوستانی که ایمیل میزنه که چطور میشه از شر روحانیت شیعه خلاص شد، از این داستان گذر کرد. یه توصیه که من همیشه میکنم اینه که مردم روحانیت شیعه و مراسم مذهبی، مساجد، در عزا، عروسی روحانیت رو تحریم کنند، تلاش کنند که در هیچ موردی با اینها مواجه نشن، اینها رو به یک جامعه ایزوله تبدیل کنند. این گونه مراسم، شرکت در این گونه مراسم معمولا کمک میکنه که اونها از انزوا در بیان، بیان سخنرانی کنن توی مسجد، توی هیئت‌ها باشن، مددهانشون باشن. اگر واقعا مردم ایران به دنبال این هستن که از شر روحانیت خلاص بشن و درک کردن که روحانیت چه خطراتی رو برای جامعه ایران ایجاد کرده و چه فسادی رو اینها امروز دارن در کشور انجام میدن، خب یکی از راه‌های بدون خطرش، هیچ خطری هم برای کسی نداره، شما مراسم ختم کسی است، اگه روحانی است، روحانی بالای منبر نشسته، نرید. میخواید عروسی برای فرزندانتون بگیرید، از روحانی دعوت نکنید، فرد روحانی رو به خونتون راه ندید، در مسجد ختم نگیرید، در خونتون ختم بگیرید. تمام اینها ممکنه، یعنی اگر افراد واقعا به این آگاهی برسن که این روحانیت شیعه هست که چنین بلای عظیمی رو بر سر جامعه ایران آورده، جامعه ایران رو امروز به این فلاکت کشونده، خب طبعا اگر یه دونی هم ما قدرت مبارزه نداریم، خب قبول، شما امروز قدرت مبارزه ندارید، جمهوری اسلامی نمیذاره سازماندهی کنید، جمهوری اسلامی نمیذاره شما عقایدتون رو بیان کنید، خب خیلی راه ها بسته است، واقعا سرکوب میکنن، میگیرن، شکنجه میکنن، میکشن. ولی اینکه شما یه مراسمی نرید که یه آخوندی اون بالا نشسته یک ساعت حرفهای بیهوده و بی حد و حساب میزنه، خب این واقعا در اختیار خود آدم هاست. آدم ها میتونن مساجد رو، تکیه ها رو، مراسم مذهبی رو تحریم کنند، عرصه رو خالی کنند، خودشون اون 5% خودشون برن این مساجد رو پر کنند، و اون 5% و 15% هم که میخوان از منابع اینها در حول هوش برخوردار بشن، برن همین سینه زنی ها و تکیه ها رو پر کنن. بعد از یه مدتی کاملا، یا در رای گیری، در رای گیری یکی از صحنه هایی است که جمهوری اسلامی مدام نمایش میده که ما یه حکومت دموکراتیکی هستیم، دروغ بزرگی است دیگه، این دروغ روی این سواره که یه عده‌ای در انتخابات میرن و شرکت میکنن. حالا در یه دوره‌ای امیدی وجود داشت که ممکن هست تغییراتی ایجاد بشه، مثلا در سال 76 یه عده‌ای رفتن به آقای خاتمی رأی دادن، ولی امروز بعد از 20 سال دیگه مشخص هست که جماعت اصلاح طلب هم اصلاح طلب نیست، اونا یه مغازه دیگری دارن در کنار مغازه اصولگرایان، تفاوت چندانی هم ندارن با هم، اصلاح طلب و اصولگرا، اینا همه در خدمت حکومت هستن، از منابع حکومت برخوردارن. اصولگرایان میان تو شورای شهر یک باره براشون اتومبیل نو و تبلت نو و امکانات نو و بعدم بهشون زمین میدن، خونه میدن، امکانات میدن. بعد مردم تهران میرن به اصلاح طلبا رأی میدن برای شورای شهر، اونا هم همین کار رو میکنن. در همین دوره جدید شورای شهر بلافاصله که این شورای شهر کارش شروع کرد، براشون 21 اتومبیل نو خریدن، تبلت نو بهشون دادن. مطمئن باشید در ادامه زمین به خودشون، نزدیکانشون، دوستانشون خواهند داد در شهر. همه امکانات برای خود این هاست. اون وقت در به طور موازی با این داستان، کارگران کارخانه هپکو در یا آذرآب در اراکش بیش از 6 ماه حقوقشون ندادن، اگه بیان تو خیابون اعتراض بکنن، کارگرانی که حقوقشون 1.5 میلیون در این حد و حدود هست، با اون 1 میلیارد تومانی که شهرداری تهران خرج خرید اتومبیل کرده، بیش از این هم بوده، گفتن 1 میلیارد تومان، ولی بیش از این هست. شما 21 اتومبیل نو که معمولا اینها پراید سوار نمیشن، 21 اتومبیل نو و 21 تبلت با جزئیاتش، بعدم به هر کدومشون 10 میلیون میدن برای اینکه به هیئت‌های مذهبی کمک کنن. چون جالبه، از مردم تهران عوارض میگیره شهرداری، بعد به شورای شهر میده یا به هیئت‌های سینه‌زنی میده برای اینکه به مردم پولو بدن یا برنامه عزاداری مذهبی را بندازن. ببینید واقعا چه حکومت مسخره است. این ادهی در همین چارچوب دارن حرکت میکنن، از این منابع دارن برخوردار میشن و کاملا به شکل، به رنگ و شکل حکومت در اومدن. اگر افراد واقعا از این شرایط ناراضی هستن، باید پرهیز کنن از این مجموعه مراسم مذهبی، مسجد، دعوت روحانیون به عروسی و عزا و امثال اینها.
مثال سومی که براتون بزنم که کاملا نشون میده که بخشی از جامعه ایران چگونه به رنگ حکومت در اومده، برخورد روشنفکرهای غیر مذهبی است با آثار مذهبی که آثار هنری که مردم گوش میدن. بسیاری از روشنفکران سکولار، روشنفکرانی که حتی دیندار هم نیستن، چی خوانند؟ موسیقی هایی که مردم گوش میدن رو، این رو میگن اینا مبتذله. مثلا مبتذل یعنی چی؟ ما هر گروهی، هر دستهی، هر بخشی، قشری از جامعه یک گروه خواننده‌ای رو میپسنده، یه آهنگایی رو میپسنده. هیچ گروهی حق نداره بگه آقا آهنگایی که شما گوش میدید مبتذله یا اون گروه متقابل. و بعد هم با همین اتهام ابتذال بود که در اوایل جمهوری اسلامی کاستا رو جمع میکردن، کاستا رو خورد میکردن، توی رادیو تلویزیون جلوی پخش موسیقی رو گرفتن در یه دوره. هنوز هم بخش زیادی از خوانندگان ایرانی صداشون در رسانه هایی که متعلق پولش رو مردم میپردازن، صداشون قابل شنیدن نیست. با همین داستان که اینا مبتذله. مثلا آهنگایی که خانم گوگوش خونده یا خانم رامش خونده یا هایده خونده، همیرا خونده، صدها زن دیگه، یا مردانی که قبل از انقلاب کارهای هنری بسیار خوبی رو کردن، اینا همه مبتذله، اینا مردم نباید گوش بدن. بخشی از روشنفکران سکولار جامعه ایران هم کاملا توی همین ارکستر مبتذلخوانی کارهایی که مورد علاقه مردم هست، تو همین ارکستر می نوازن. این هاست که کمک کرده این حکومت ادبیاتش، فرهنگش، گفتمانش بتونه در جامعه ایران تداوم پیدا کنه. خب و اما آخرین مثالی رو که فکر کرده بودم براتون بزنم که چقدر بخشهایی از جامعه ایران با این حکومت، با ادبیات و فرهنگ این حکومت همراهی داره، مصاحبه کردن هست برای فیلم‌های تبلیغاتی که حکومت تهیه میکنه. میرن تو خیابون جلوی هر کسی دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت، از تلویزیون، رادیو، کسایی که فیلم سینمایی توی تولید میکنن، با هر کسی میخوان صحبت کنن. بسیاری از افراد به راحتی با اینها مصاحبه میکنن، بعد مصاحبه‌های اینها در همون چارچوب‌های تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیره. یه فیلمی رو این چند روز گفتن که به اسم انقلاب جنسی، که این فیلم سانسور شده و نگذاشتن پخش بشه. فیلم بی خاصیت، بی حسابی است، با یه مش جوان صحبت میکنه که اعتراض دارن به وضعیتشون، بعدم با یه مش حزب اللهی به عنوان متخصص و مشاور و اینها، اونا حرفای بی ربط خودشون رو میزنن، مثلا حرفای همیشگیشون رو در مورد خانواده و ازدواج و حرفای بی حسابی که برای محدود کردن آزادی‌های مردم میزنن، اونا رو تکرار میکنن. من تعجب کردم که واقعا چرا باید یه بخشایی از جامعه، جوانهای جامعه، با این رسانه‌های تبلیغاتی، با این دستگاه‌های تبلیغاتی، نه رسانه نیستن، دستگاه تبلیغاتی‌اند، با این دستگاه‌های تبلیغاتی مصاحبه میکنن که بعد مصاحبه‌هاشون به صورت مواد تبلیغاتی مورد استفاده اینها قرار بگیره. واقعا اگر مردمی از رادیو و تلویزیون در ایران شاکی هستن، معتقدن که اینها رادیو تلویزیون مردمی نیست، اصلا رادیو تلویزیون دولتی نمیتونه رادیو تلویزیون مردمی باشه چون میشه بوق تبلیغاتی، چنان افرادی که چنین تصوراتی دارن نباید با این شبکه ها مصاحبه کنن. ولی خب این دوگانگی ها رو متاسفانه ما در رفتار مردم ایران مشاهده میکنیم. به حقوق خودشون، به کرامت خودشون باور ندارند بخش هایی از مردم ایران، حالا نمیگم همه، بخش هایی از مردم ایران واقعا به خودشون به اندازه کافی احترام نمیگذارن. مصاحبه کردن با رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی بی احترامی به خود فرد هست، چون این دستگاه اولا سانسور میکنه، جابجا میکنه، بالا پایین میکنه و مورد استفاده تبلیغاتی قرار میده این گونه حرف زدن ها رو. طبعا نباید افراد با این گونه فعالیت ها، اوناشون هم که میان مستند میخوان تهیه کنن، همشون رو بعد مال الان تمام این بودجه ها دست سپاه و بسیج و دستگاه نهادهای تبلیغاتی خودشون هست، به عنوان مستقل میان تو فیلم، داریم فیلم سازیم، داریم فیلم میسازیم. در ایران فیلم ساز مستقل وجود نداره. فیلم ساز مستقل آقای بیزایی بود که در ایران نمیتونه کار کنه، امروز امریکاست، یا آقای جعفر پناهی است که اون رو 10 سال، 15 سال، 20 سال از
فیلمسازی محروم کردن، یا آقای رسولوفه که وقتی که از اروپا برمیگرده توی فرودگاه مدارکش و پاسپورتش رو میگیرن، براش مزاحمت ایجاد میکنن. فیلمسازی اگر مستقل باشه نمیتونه به راحتی در ایران کارش رو انجام بده، همیشه تحت فشار هست. خب در ادامه من فقط میخوام به یک مورد دیگه از مواردی که مردم ایران، چون مواردش خیلی زیاد هست، شما اگر یعنی برید وارد، من اگر بخوام وارد بحث دروغ در جامعه ایران بشم، امروز بسیاری از شهروندان ایرانی درست مثل آقای خامنه ای یا آقای ظریف یا آقای روحانی شبانه روز دروغ میگن برای اینکه کارشون را بیفته. این واقعیتی است، این چیز عجیب و غریبی نیست. شما فقط کافی است به پیرامون خودتون نگاه بکنید، خیلی راحت میتونید پیدا کنید افرادی رو که چنین هستن. یا تقلب کردن، تقلب در امتحان، تقلب در مدرک سربازی، تقلب در هر چیزی. این فقط اختصاص به حکومت نداره، بخش‌هایی از جامعه ایران دوچار همین بیماری تقلب هستند در سطوح مختلف. دور زدن قانون، نقض قانون، آلوده کردن محیط، محیط زیست. اخیراً یه فیلمی رو یه کسی گذاشته بود در سفر به شمال، از کنار خیابون همطور فیلم گرفته بود، انبوهی از زباله در کنار خیابان در اون جنگل‌های زیبای شمال ایران، انبوهی از زباله دیده می‌شد. اینا رو همش رو آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی و روحانی و فرماندار سپاه که نریختن آشغال رو اونجا، بسیاریشون مردم معمولی دارن رد میشن، آشغالشون رو پرتاب میکنن از شیشه اتومبیل و میرن. ببینید ایناست که در اونا که اصلا مشخص هست، اونا هیچ اهمیتی به محیط زیست نمیدن، هیچ اهمیتی به منابع طبیعی کشور نمیدن. اصلا با این حرفا اومدن روی کار که آقا ما قرار نیست به هیچ اهمیت بدیم. میگن ما انقلابی هستیم. انقلابی یعنی هر کی دلش هر کاری خواست بکنه. خودشون میگن ما انقلابی هستیم. آتش به اختیار، آقای خامنه‌ای میگفت به جوونا باید آتش به اختیار باشید، یعنی هر کاری دلتون خواست بکنید. قانونی وجود نداره، حاکمیت قانونی وجود نداره. اما بخش‌هایی از مردم هم متاسفانه در همین چارچوب با همین طرز تفکر حاکمان دارن زندگی میکنن و رفتار میکنن. بی توجهی به دیگران، بیمسئولیتی در موارد مختلف، اینها رو ما در بخش‌هایی از جامعه ایران هم کاملا مشاهده می‌کنیم. همین هاست که بسیاری، من معتقد نیستم که مردم ایران شایسته همین حکومت هستند. من معتقدم با همه این مشکلاتی که جامعه ایران داره، مردم ایران بیش از این رو شایستگی دارند. یعنی شایستگیشون نیست که یه مشت لاتولوت و جنایتکار و سرکوبگر دروغگو که اینا از آقای خامنه‌ای صد برابر مردم ایران دروغ میگه، هر روز دروغ میگه. مردم ایران شایستگی و لیاقتشون بیش از این هاست، اما این معنیش این نیست که مردم ایران در بسیاری از مشکلات حکومت سهیم نیستند، و همون مشکلات هم هست که باعث شده که این حکومت بتونه تداوم پیدا کنه. نمونه‌ای که فکر کردم که در پایان این بحث به شکل تفصیلی تر براتون توضیح بدم، از مواردی که مردم خیلی نزدیک شدند، یعنی به رنگ حکومت در اومدن، بحث غیبت خیرخواهی است. در روحانیت شیعه ما اصولا برخلاف روحانیت مذهب کاتولیک و مسیحیت که اینها واقعا غمخوار مردمن، کمک میکنن، بیمارستان میسازن، مدرسه میسازن، انواع و اقسام خدمات اجتماعی رو به مردم عرضه می کنند. این رو در کلیسا شما به خوبی میتونید، در رفتار کلیسا، در تاریخ کلیسا اینها رو کاملا به خوبی میتونید مشاهده بکنید که کلیسا چنین رفتارهایی رو داشته. حالا جنبه‌های منفیش هم سر جای خودش هستا، سرکوب میکردن مردم و یا در دهه‌های اخیر کشیشان کودکان رو مورد سوء استفاده جنسی قرار میدادن. این در واقع سوء استفاده ها در روحانیت اکثر ادیان به راحتی به چشم میخوره، کافی افراد بذارن چشمشون رو باز کنن. در ایران هم در میان مداحان روحانیون کاملا این سوء استفاده ها شایع، چیز عجیب و غریبی نیست. ولی در کنارش روحانیت مسیحیت
دستگاه کلیسا، کشیش ها، اینها خدماتی هم به مردم عرضه می کردن، در واقع خیرخواه مردم بودند. در روحانیت شیعه ما اصولا چنین چیزی رو سراغ نداریم. روحانیت شیعه هیچ وقت خیرخواه مردم نبوده، هیچ وقت بناش نبوده به مردم کمک بکنه. شما امروز در همین شهر نیویورکی که من زندگی میکنم، در منطقه نیویورک، شما ظهر اگه گشنه باشید، ده ها کلیسا به شما نهار مجانی میده. میتونید برید و نهار مجانی از کلیسا به اسمش هست سوپ کیچن، در واقع آشپزخونه یکی که سوپ درست میکنن و به افرادی که فقیرن، امکاناتی ندارن، بهشون غذا میدن. در یه منطقه خیلی کوچیک شما ده ها موردش رو میتونید دوربرتون رو به راحتی پیدا کنید. اما در مساجد ایران چنین چیزی نیست. مساجد ایران اصلا نهادی نیست که قرار باشه که به مردم کمک کنه. اگر هم کاری بخوان بکنن، فقط به باورمندای خودشون کمک میکنن. نمیان قضا به یه فردی که اصلا اعتقادی نداره، اصلا یه دین دیگه ای داره. شما وقتی وارد کلیسا بشید برای قضا، قضای مجانی، از شما نمیپرسن که مذهبتون چیه، اعتقادتون چیه. به عنوانی که انسان هستید بهتون قضا میدن. اما در ایران خب روحانیت نمیخواد اصلا چنین کاری رو بکنه که قضای مجانی بده به هر کسی، باید دینی، مذهبی، اعتقاداتی، بیدینه. برنامه هایی دارن برای خودشون داخل مسجد برای مذهبی ها، اما برای خدمات عمومی چنین کارهایی رو هیچ وقت روحانیت شیعه نکرده. بعد از قبل از شکلگیری جمهوری اسلامی در ایران، بالاخص در اواخر عمر دوره پهلوی، مردم ایران کم کم داشتن یاد میگیرن که میگرفتن که باید به هم کمک کنن در زندگی شهری. خب وضعیت مالیشون هم داشت کم کم بهتر میشد، به روستاها کمک میکردن، به روستاهایی که قبلا ازش اومدن میرفتن کمک میکردن، لباس میبردن، وسیله میبردن، کمک میکردن. در خود شهرها هم همینطور بود. این فرهنگ خیرخواهی، فرهنگ خیریه به تدریج داشت در میان مردم شکل میگرفت. اما بلافاصله بعد از شکلگیری جمهوری اسلامی همه اینها تبخیر شد. تبخیر شد که خب روحانیت و حکومت که اصولا بناشون بر این نبوده که خیرخواهی کسی باشن، به کسی کمک کنن. اون مردمی هم که کمک میکردن، بخش قابل توجهیشون وقتی دیدن که آقا حکومت و دستگاه مذهب و اینها، اونها اصلا براش بیخیال این داستان ها هستن، به قول معروف توجهی به فقرا و مسکین ها و در راه ماندگان و بی خانمان ها ندارن، اونا هم گفتن که خب نه، از دوش ما هم ساقطه دیگه، قرار نیست ما هم کمک بکنیم. آمارهای مختلف در ایران، البته هستند گروه کوچکی در ایران هستند که هنوز کمک میکنند، البته اونهایی که واقعا میدانند به این مؤسسات دولتی قلابی که مدام دستگاه تلویزیون تبلیغات میده که بیاید کمک کنید، اینا چیزن، اینا همشون به نظر من مشکوکن، چون مشخص نیست که کی اینا رو تأسیس کرده، چجوری تأسیس کردن. افرادی خیرن یا خودشون پیدا میکنن افرادی رو که باید بهشون کمک کرد محتاجن، یا به کسانی که اعتماد دارن منابعی رو میسپرن برای این که کمک کنن. اما به طور کلی جامعه ایران از حیث خیرخواهی، از حیث کمک به دیگران، در یک وضعیت به شدت رقتبار و غیر قابل قبولی به سر میبره. شما به آمارها نگاه بکنید، آمارهایی که مراکز بهزیستی میدن، مراکز دولتی میدن، از میزان کمکی که به افراد نیازمند در ایران صورت میگیره، اینها بسیار بسیار اندک هست، مایه تأسف هست. یه جامعه ای که حداقل، یعنی اون 5% که بماند، یه حدود 20% هم در حول و حوش اون 5% داره از سرریز دزدی ها و فساد اونها یه بهره هایی میبره، از بازاری ها تا از برخی از کسانی که با اینها برای اینها کار میکنن، شرکت دارن، پیمانکاری دارن، در حول و حوش سپاه و روحانیت مشغول کار هستن، اینها اصولا در برنامهشون مردم فقیر که واقعا چیزی ندارن به کسی کمک بکنن. اتفاقا اگر کمکی هم صورت میگیره، بخش قابل توجهش رو خود همین فقرا به هم کمک میکنن که کسی هم ازش مطلع نمیشه، در آمارها هم نمیاد. اما کسانی که واقعا امکانات دارن در ایران، ما چندان نمیبینیم که اینها به دیگران کمک کنن. فرهنگ خیرخواهی، فرهنگ نودوستی در ایران
به شدت تنزل پیدا کرده. آمارهایی که کمیته امداد میده، من فقط به یکی دوتش اشاره میکنم، ببینید که واقعا این آمارها در چه حد و حدودی است. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد میگه مشارکت مردم طی سال 95 در پرداخت صدقه بیش از 290 میلیارد تومان محاسبه شده. از طریق صندوق‌های صدقات حدود 270 میلیارد تومان، روش‌های نوین 11 میلیارد تومان، مراکز نیکوکاری 6 میلیارد تومان و کمک‌های موردی 5 میلیارد تومان. میدونید یعنی چی؟ یعنی 70 میلیون دلار. این مبلغی که این آقا میگه در یک کشوری که درآمد ناخالص ملیش سالانه چیزی در حدود 700 800 تا 900 میلیون دلار است. یعنی اصلا هیچ. یعنی این رقم رو شما با مجموعه منابعی که در این کشور وجود داره مقایسه بکنید تقریبا هیچه. در تهران آماری که وجود داره نشون میده که در سال 95 به طور متوسط هر نفر 2951 تومن صدقه پرداخت کرده. یعنی چیز در حدود 75 سنت به دلار امریکا حساب کنید. چون امروز مردم ایران همه چیز رو باید به قیمت دلار بخرن. برای فهمش خیلی خوبه که اینا رو ما به دلار تبدیل کنیم. چون واقعا 3000 تومن پول تو جیبی یه بچه‌ایه که صبح میخواد بره مدرسه و برگرده. اگه خانواده‌ای داشته باشه ها. نداشته باشه که نداره. چون شما یه ساندویچ بخواید بخورید قیمتش در حالا یا در همین حدوده یا بیشتر از اینه، این پولی نیست برای که شما به کسی کمک کرده باشید. در واقع اینا کمک نیست، اینا چیزه، نوعی نمایش کمک کردن هست. رهبر جمهوری اسلامی که جزء ثروتمندترین افراد عالم هست، فقط ستاد مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام که من که مستقلات مصادره شده و برخی از بنیادهای دوره پهلوی رو در اختیار داره، تخمین زده میشه که مجموعه مایملکش چیز در حدود 100 میلیارد دلار هست. این آقایی که فقط یکی از اقلامی که تحت نظرش هست دستشه از منابعش استفاده میکنه، از درآمدش استفاده میکنه، حدود 100 میلیارد دلار هست، سالانه از سرچشمه نفتم برمیداره. قبل از اینکه بیاد توی بودجه دولتی، این آقا سالانه 20 میلیون تومان برای اینکه رسانه‌های دولتی هم اینو پوشش بدن بگن بزرگتره، میگن 200 میلیون ریال ایشون به خانواده‌های تحت سرپرست کمیته امداد کمک میکنه. 20 میلیون تومان یعنی 5500 دلار. 5500 دلار برای آقای روحانی و آقای لاریجانی که مدام سفر خارجن، سفر سوئیسن، این اونا پول تو جیبیه که یه روز خرج میکنن. اینها در همین حد و حدوده. بعد آقای خامنه ای کمکی که به خانواده های تحت سرپرستی کمیته امداد میکنه سالانه این رقمش هست. واقعا مسخره است، جوکه. این رقمی که آقای خامنه ای کمک میکنه یک توف سربالای عجیب و غریب، در واقع داره به مردم نشون میده که آقا شما قراره بدبخت باشید، کسی قرار نیست به شما کمک بکنه. این خیلی این داستان روشن و خیلی نماد خیلی جالبی است، این کمک سالانه 20 میلیون تومانی آقای خامنه ای به خانواده‌های بی سرپرست کمیته امداد. خب این رو ما در جامعه هم، در بخش‌هایی از جامعه هم کاملا میتونیم ببینیم که فرهنگ خیرخواهی، فرهنگ نیکوکاری و نودوستی در جامعه ایران بسیار ضعیف. حالا حکومت به داد مردم میرسه، خود مردم که میتونن به داد هم برسن، اون هم به شدت کمرنگ شده در ایران. با این بحث من خاتمه میدم به برنامه چهارم از دوره بیستم برنامه‌های در غیر این صورت. همچنان لطف کنید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به آدرس ایمیل من که زیر در واقع صفحه تلویزیون میتونید ببینید، به آدرس ایمیل من بفرستید یا به تلویزیون اندیشه بفرستید، اونها در اختیار من میگذارن. از نظرات شما، انتقادات شما حتما در این برنامه ها من استفاده می کنم و مستقیما هم به خود دوستان پاسخ میدم اگر نیاز باشه که به اون پیام ها پاسخی داده بشه. تا هفته آینده و در برنامه دیگر که در خدمتتون خواهم بود، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو می کنم.